با نام یاد خدا، درود بر همه شما دانش آموزان عزیزم در سراسر کشور عزیزمون ایران. امیدوارم هر کجا که هستین عالی باشین و پر انرژی. دوستان، بنده بهنام ایدری هستم، مدرس و مؤلف عربی کنکور با افتخار در خدمت همه شما دانش آموزان عزیزم هستم با تحلیل سوالات درس عربی عمومی انسانی آزمون جامعه قلمچی تاریخ 29 خرداد ماه 1400. پیشاپیش تشکر میکنم از اینکه تا پایان ما رو همراهی میکنید با تحلیل این آزمون. مطمئن باشید این تحلیل هم مثل تمام تحلیل ها برای همه شما عزیزان مفید و مؤثر واقع خواهد شد و قطعا باعث افزایش سرعت زدن تست شما میشه. پس سرعت زدن تست شما بیشتر میشه چون مطالب دائما داره برای شما تکرار میشه و با توجه به اینکه عربی ثابت در کنکور سراسری ترجمه داره، تحلیل صرفی داره، ضبط حرکات داره، درک مطلب داره، وقتی این مهارت ها دائما برای شما تکرار بشن قطعا سرعت زدن تست شما بالاتر و بالاتر میره. بریم سراغ تحلیل سوالات. بخش اول سوالات ترجمه. من به شما یاد دادم بچه های عزیزم تست ترجمه میخواین جواب بدین، کار به متن صورت سوال نداشته باشید، برید سراغ گزینه ها، یعنی گزینه های فارسی. اختلافات موجود در گزینه ها رو پیدا بکنید. نگاه کن، پس من کار به متن صورت سوال ندارم، میرم سراغ گزینه های فارسی، اختلافات گزینه ها رو پیدا میکنم. مهم نیست اختلاف اول متن باشه، وسط متن باشه یا پایان متن باشه، فقط مهم اینه که تو اختلاف پیدا بکنی. نگاه کن، مثلا گزینه یک میگه فروتنند، گزینه دو میگه فروتنی میکنند، یعنی یک جا به صورت اسم این واژه، یک جا به صورت فعل. دوباره گزینه سه فروتنند، گزینه چهار فروتنی میکنند. متن عربی چی میگه؟ میگه آقا این واژه یک اسم جمع مذکر سالمه، واژه مربوط به فروتنی، پس ما حق نداریم اینو فعلی ترجمه بکنیم، یعنی گزینه دو و گزینه چهار کامل حذف میشن. آقا بین یک و سه من باید انتخاب بکنم. نگاه کن، بین یک و سه یک اختلاف خیلی خوب دارم. یکی میگه رستگارند، یکی میگه رستگار شده اند. بچه رستگارند یعنی الان رستگارند، یعنی زمان حاله، در حالی که قد افلح بر وزن افعله یک فعل ماضی زمان گذشته است و چون قد اومده بر سر فعل، فعله میشه ماضی نقلی که میبینی به صورت نقلی ترجمه شده رستگار شده اند و قطعا پاسخ گزینه سه هست و دیگه شما شک نداری در پاسخ این تست. میریم سراغ سوال شماره 27. بچه های عزیزم، من بارها و بارها خدمت شما عزیزان گفتم که آقا این دوتا ترکیب، نگاه کنید، همیشه هم این مثال رو زدم، گفتم ترجمه هازا تلمیز، خب زمین تا آسمان فرق میکنه با هازا ال تلمیز، ترجمه هازا تلمیز زمین تا آسمان فرق میکنه با ترجمه هازا ال تلمیز. نگاه کن، وقتی شما میگی هازا تلمیز، به لحاظ نقش تو عربی اینجوریه، هازا میشه مبتدا و تلمیز بعدش میشه خبر. اما وقتی میگی هازل تلمیز، کل این مجموعه رو هم میشه حوزه مربوط به مبتدا. چرا؟ چون هازا خودش مبتداست، الدار بعد از اسم اشاره بهش میگن تابع یا مشارون الی برای اسم اشاره ما قبل خودش، از این جهت کل این محدوده در واقع محدوده مبتداست، یعنی در ادامه تو باید منتظر خبر باشی، ولی جمله بالا کامله، هازا برای خودش مبتداست، تلمیز هم برای خودش خبره. پس تو متن فارسی هم باید همین منتقل بشه، یعنی وقتی من میگم هازا تلمیزون باید اینجوری ترجمه بشه، بگم این دانش آموز است، ولی وقتی میگم هازا تلمیز کل مجموعه رو هم مبتداست، باید اینجوری بگم این دانش آموز، حالا در ادامه باید خبر بیاد. این یعنی چی؟ یعنی وقتی تو اسم اشاره میبینی بعدیشو نگاه کن، ببین الداره یا بدون اله، اگه الدار بود کل مجموعه رو هم ترجمه بشه و اگه بدون ال بود جدا از هم ترجمه بشن. الان نگاه کن، اینجا دقت کنید بچهای عزیزم، دقت کنید، اینجا هازهی اومد بعدش اسماک اومده، یعنی بعدیش بدون اله، یعنی هازهی بعد برای خودش ترجمه بشه، اسماک هم بعد برای خودش ترجمه بشه.
ممکنه بگید آقا اسماک جمعه، چرا اسم اشارش مفرد به کار رفته؟ بچه های عزیزم، ما یاد گرفتیم جمع غیر انسان در حکم اسم مفرد مؤنثه به لحاظ قواعدی. یعنی برای اینکه قواعد درست بشه ما مجبوریم اسم اشاره رو مفرد مؤنث بذاریم، ولی تو ترجمه به شکل همون جمع ترجمهش میکنیم. نگاه کن، پس الان گزینه ای که داره میگه این ماهی ها، یعنی کل مجموعه با همه، اینا قطعا غلطن. چرا؟ چون که بعد از اسم اشاره بدون ال اومده، این مجموعه ها رو هم نیستن که ما بگیم درستن. بعد اینجوری ترجمه بشه، اینها ماهی هایی هستند یا اینها ماهیانی اند. خب یعنی گزینه دو و سه میتونن باشن. در ادامه نگاه کنیم ببینیم آیا اختلاف دیگه ای داریم. آهان، نگاه کن، یکی میگه با نور آن عکس هایی بگیریم، یکی میگه در روشنایی آن. متن عربی میگه فیزیائها، یعنی چی؟ یعنی در روشنایی آن. پس با خیال راحت گزینه دو هم حذف کن و پاسخ 100% بدون شک و تردید گزینه 3 هست. میریم سراغ سوال شماره 28 و میگردیم به دنبال اختلاف بین گزینه‌ها. بچه ها از این متن‌های طولانی نترسید، هر چقدر متن طولانی تر بشه از اون جایی که اختلافات تو گزینه‌ها بیشتر میشه ما راحت‌تر میتونیم به سوال جواب بدیم. نگاه کن، اختلافاتی که من دارم ایناست. گزینه 1 و 2 واژگان آنجا رو دارن، گزینه 3 و 4 واژگان آنجا رو ندارن. و شما میدونید هناکه اول جمله بیاد بعدش هم اسم نکره به کار بره، اینو من در بخش ترجمه به شما یاد دادم، این وجود دارد ترجمه میشه دیگه، شما نمیتونی از لفظ آنجا تو ترجمه استفاده بکنی. یعنی گزینه های 1 و 2 باید حذف بشه. آقا بین 3 و 4، بین 3 و 4 ما یک اختلاف میخوایم. ببین اولشون که اصلا اختلاف نداریم، وسط متنم ظاهرا اختلاف نداریم. آهان، یکی نگاه کن داره اینجوری میگه، یکی میگه نجات میدهند، یکی میگه در دریا گاهی انسان را نجات میدهند. یعنی یکی میگه گاهی نجات میدهند، یکی میگه نجات میدهند. شما یاد گرفتین تو بخش ترجمه من به شما آموزش دادم قد سر فعل ماضی، ماضی نقلی میسازه، ولی قد سر فعل مضارع به صورت گاهی یا شاید ترجمه میشه. پس با خیال راحت میگی این گزینه درسته و گزینه 3 هم میره کنار و پاسخ قطعا گزینه 4. میریم سراغ سوال شماره 29. دقت کنید لطفا، دقت کنید. گزینه 1 داره میگه بهترین دوستان و همکارانت، گزینه 2 میگه بهتر از دوستان. خب متن چی میگه؟ خیر و اصدقائک، یعنی چی؟ بهترین دوستانت یا بهترین دوستانت. خب دقت کن، پس اینکه من بگم بهتر از دوستان اصلا این از کجا اومد؟ میره کنار. پس اگه ما بگیم اینا اختلافن، قطعا گزینه 2 باید بره کنار. گزینه 3 چی میگه؟ برترین رفقا و همقطارانت. بچا زمیل یعنی دوست، یعنی همکار، هیچ وقت همقطار ترجمه نمیشه. پس این اختلافی که تو گزینه 1 و 3 داریم، یکی میگه همکارانت، یکی میگه همقطارانت، باعث میشه گزینه 3 بره کنار. پس 2 و 3 حذف شد. بین 1 و 4 ما باید یکی رو انتخاب بکنیم. نگاه کن، گزینه 4 چی میگه؟ با خیرترین دوستانت. اینم بچه غلطه. چرا؟ چون این که بگه با خیرترین دوستانت اصلا ترجمه معادل بهترین دوستانت نیست. خب پس با خیال راحت شما این گزینه 4 هم حذف کن. با خیرترین اصلا یعنی چی؟ اون واژه خیر الان اینجا اسم تفصیله و بعد بهترین یا برترین ترجمه بشه و قطعا شما گزینه 4 هم میذاری کنار و پاسخ بدون هیچ تردیدی گزینه 1. تازه اگه اینو شک داشتی پایانش یه اختلاف خیلی خوب داریم، عیبت عیبهایت، که متن عربی داره عیوب. یعنی با خیال راحت با دل قرص میتونی گزینه 4 هم حذف کنی، 1 بگیری جواب. میام سوال شماره 30، میگردم به دنبال اختلاف بین گزینه‌ها. نگاه کن،
یکی میگه بزرگترین خیانت، یکی میگه چه خیانت بزرگی است، یکی میگه خیانت بزرگی است و یکی میگه خیانت بزرگ این است. آقا چهارتاشون با هم فرق میکنن، هر چهارتاشون با هم فرق میکنن. یعنی چی؟ یعنی شما اگه متن عربی رو بررسی کنی فقط یکی از اینا میتونه جواب باشه. آقا طبق متن عربی که من دارم نگاه میکنم اصلا اسم تفضیل ندارم که بگم بزرگترین خیانت، یا مثلا اون واژه چه رو چه حسابی باید بیاد تو ترجمه. گزینه 3 فعلا میتونه باشه، گزینه 4 گفته خیانت بزرگ این است. اصلا این واژه این از کجا اومد؟ پس با خیال راحت گزینه 3 رو بگیر جواب. میرم سوال شماره 31، میگردم به دنبال اختلاف بین گزینه‌ها. نگاه کن، اختلاف خیلی خوب اینه مدرسه معلولان تو گزینه 1 اومده، تو گزینه 2 نیومده، تو گزینه 3 نیومده، تو گزینه 4 میگه مدرسه معلولان. بچه های عزیزم، هر زمان اسمی ال داشت بعدیش بدون ال بود. اینا نه موصوف و صفتن نه موضاف و مضاف و الیهن، پس نمیتونه بگه مدرسه معلولان، اصلا اینا ربطی به هم ندارن. پس 1 رو بذار کنار، گزینه 4 هم بذار کنار. آقا این دو تا گزینه حذف شد. بین گزینه 2 و 3 من باید انتخاب بکنم. بین گزینه 2 و 3 من باید انتخاب بکنم. نگاه کن، یکی میگه از مدرسه بیرون میکردند به صورت ماضی استمراری، یکی میگه از مدرسه فارغ التحصیل گشتند که همه شما میدونید تخرجوا من المدرسه یعنی چی؟ فارغ التحصیل گشتند از مدرسه. خب اصلا بیرون میکردن ساختار ماضی استمراریه، یعنی کانه بیاد سر فعل مضارع. به هیچ عنوان همچین ساختاری نداریم، پس اینم میره کنار و پاسخ گزینه 3 هست. سوال شماره 32 میگردیم به دنبال اختلاف در گزینه ها. دقت کنید بچه های عزیزم، گزینه 1 میگه برترین دانشگاه ها، گزینه 2 میگه دانشگاه های برتر، متن عربی میگه افضل الجامعات. یعنی چی؟ یعنی برترین دانشگاه ها. پس با خیال راحت گزینه 2 رو بذار کنار. گزینه 3 هم باز همینو میگه برترین دانشگاه ها، 4 هم میگه بهترین دانشگاه ها. دیگه نمیتونیم بگیم اینا غلطن. اما بین 3 و 4 یه اختلاف دیگه داریم. یکی میگه تنها، یکی میگه همانا. بچه انما به معنای فقط و تنها و نمیتونه همانا ترجمه بشه، پس شما گزینه 4 هم بذار کنار. یعنی الان گزینه 2 حذف شد، گزینه 4 هم حذف شد. آقا بین 1 و 3 بعد انتخاب بکنم. خب قسمت اولشون که یکسانه، در برترین دانشگاه فقط کسی وارد میشود. گزینه 3 هم میگه تنها کسی در برترین دانشگاه وارد میشود که خود را به مطالعه کتاب ها عادت داده باشد. یک چی میگه؟ که به خواندن کتاب ها عادت کرده باشد. حالا خود را عادت داده باشد یا عادت کرده باشد؟ متن را نگاه کن، کسی که عادت داده باشد خودش را، خب نفسهو، وقتی نفسهو اومده یعنی خود را باید تو ترجمه بیاد، که تو گزینه 1 اصلا این موضوع منتقل نشده. و با خیال راحت گزینه 3 رو بگیر جواب این تست. میرم سوال شماره 33، میگردم به دنبال اختلاف. عذرخواهی میکنم، این دیگه اختلافی نیست، چون سوال عین خطاست بچه ها. در سوالات عین صحیح عین خطا گفته بودم اول فعل رو بررسی کن به لحاظ زمان و معلوم مجهول بودن، دوم کلمات غیر از فعل که نقش ها دقیقا سر جای خودشون ترجمه بشه و چیزی تو ترجمه کم و زیاد نشه. الان نگاه کن، گزینه 1 داره چی میگه؟ گزینه 1 داره میگه دوست داریم پدر و مادرم را، پدر و مادرمان را در بهترین حالت ببینیم. بچه ها دوست داریم فعل من نحب و دوست میداریم یا دوست داریم. بعد ببینیم از کجا اومد؟ ببینید مصدر بچه میتونه به صورت فعل ترجمه بشه، من نمیتونم بگم این غلطه. دوست دارم ببینیم پدر و مادرمان را، والدینا، خب والدین همون پدر و مادره، به ضمیر اینا هم اضافه شده، خب میشه پدر و مادرمان. در بهترین حالت که بهترین حالتش هم اومده و ما مطمئنیم این درسته، میره کنار این گزینه، ما خطا رو میخوایم.
بریم دومی، کار می کردن فعلشه که ماضی استمراریه. کان یعملون، کان با مضارع ماضی استمراری می سازه. کارگران در معدن بزرگ زغال سنگ، این عمال جمع عامله یعنی کارگران، در معدن بزرگ زغال سنگ. خب یعنی یه اسم همزمان صفت داره، مضاف الیه هم داره، که تو عربی اول مضاف الیه میاد بعد صفت، تو فارسی اول صفت بعد مضاف الیه. کاملا درسته، اینجا هم هیچ خطایی من ندیدم. میریم سراغ بعدی. او علاوه بر عربی به زبان فارسی صحبت میکند. نگاه کن، او صحبت میکند به زبان فارسی علاوه بر عربی، که کاملا درسته، اینم میره کنار. و چهارمی رو بررسی میکنم، چه کسی گیاهان تر و تازه ای از زمین بیرون میآورد؟ بیرون میآورد، خب یخرجو خارج میکند، بیرون میآورد، این درسته، مضارع است، مضارع ترجمه شده. چه کسی، من ذا الذی، گیاهان تر و تازه ای. خب گیاهان تر و تازه ای بچه نکره هست تو متن فارسی، ولی متن عربی معرفه است، میبینی النباتات النظرت، بنابراین باید بگی گیاهان تر و تازه، نه گیاهان تر و تازه ای. پس همین غلط، ما هم دنبال خطا میگشتیم، جوابم همین. میریم سراغ سوال شماره 34. گفته در کاری زیاده روی نکن مگر در مشورت خواستن. خب زیاده روی نکن که داریم فعلشو، در کاری اینم که نکره هست، در کاری زیاده روی نکن مگر در مشورت ساختن. حتی بچه به هیچ عنوان مگر یا بجز ترجمه نمیشه، این غلطه، این گزینه میره کنار. میرم گزینه 2. گفته ای انسان، تو زندگی پاکی داده شده ای، در حالی که تو آن زندگی را برگزیدی که فانی است. نگاه کن، داده شده ای مجهوله، که میبینی فعل مجهولش هم اومده. خب برگزیدی یک فعل ماضیه، که اینم فعل ماضیش اومده، پس فعلاش درسته. حالا از اول بررسی کنیم. ای انسان، خب ای انسانو داریم، تو زندگی پاکی داده شده ای، داده شده ای تو زندگی پاکی، خب نکرم هست، کاملا درسته. در حالی که، بچه به هیچ عنوان این واو حالیه نیست، واو حالیه واوی هست که بعدش مبتدا و خبر بیاد، نه اینکه لکن نه رو بنویسه. پس تو دلت قرص، این در حالی که اینجا جایگاهش خطاست، در حالی که تو ترجمه واو حالیه میاد، جملات حالیه، اینجا اصلا جمله حالیه ای من ندارم، پس اینم میره کنار. میریم گزینه 3. گزینه 3 اول فعلش داره میگه چی؟ اقدام کردی، و یه فعلم داره میگه رسانده است. خب اقدام کردی، قم تبه، بچه قامه بعدش به بیاد به معنای اقدام کردن، اقدام کردی، این که درسته. بعد رسانده است، اوصلت یعنی چی؟ رسانده است، ولی ضمیرم داره تو را رسانده است. ببین تو، بله تو را هم اینجا اومده، تو را رسانده است. حالا ما بقیه کلمات غیر از افعال ببین درستن. انما به معنای تنها، تلاش هایی که، خب تلاش هایی که میبینی محاولات نکره است، که کاملا درسته. تلاش هایی که از کجا اومد؟ فعلی که بعد از نکره به کار بره و توصیف کننده این نکره باشه بهش میگن جمله وصفیه، و تو ترجمه حتما با که شروع میشه. پس این تلاش هایی که درسته. در جوانی به شباب، بچه این یه نکره نیست، چون بر ناشناس بودن دلالت نمی کنه، پس اینم کاملا درسته. در جوانی به آن اقدام کردی هم که درست بود. تو را به اهدافت رسانده است، تو را رسانده است به اهدافت، غایاتی که، کاملا درسته. گزینه 3 جواب این تسته. حالا گزینه 4 رو نگاه کنیم ببینیم خطاش کجاست. لحظه هایی که خالی از نیکی ها می گذرند. بچه نگاه کنید، این لحظه ها، لحظات، بعد گفته می گذرند خالی از نیکی ها، در حالی که متن عربی دارید می بینید یه ضمیر ها داره که اصلا تو متن فارسی ترجمه نشده، یعنی باید اینجوری ترجمه بشه، لحظه هایی که می گذرانی آنها را خالی از نیکی ها. پس این که بگه میگذرند خالی از نیکی ها قطعا خطاست، و تو شک نکن پاسخ گزینه 3 هست.
میریم سوال فارسی و عربی که قرار بر این بود اختلاف گزینه‌ها رو بررسی کنید تو این سوال و مطابقت بدید با متن صورت سوال، ببینید کدوم درست میگه کدوم خطا میگه. آقا نگاه کن، دقت کن لطفاً. گزینه یک میگه الاصدقاء الجیدین، گزینه دو هم همینو میگه، گزینه سه فرق میکنه میگه احسن الصدیقات. خب متن فارسی چی میگه؟ میگه دوستان خوب، نمیگه بهترین دوستان که شما بیای بگی احسن صدیقات. پس گزینه سه حذف شد. گزینه چهار هم که داره همینو میگه الاصدقاء الجیدین، یعنی دوستان خوب. حالا میگردیم دنبال اختلافات دیگه. ببین شما اختلاف پیدا کن هر کجای متن مهم نیست. مثلا گزینه چهار میگه الدراست، گزینه دو میگه دراستی، یکی میگه دراستی. خب متن فارسی میگه تحصیلم، پس دراست هم میره کنار، یعنی گزینه چهار هم حذف شد. دیگه بین یک و دو دقت کنید لطفاً، ما اختلافات دیگه ای که داریم کدوم هست؟ نگاه کن، اختلافات دیگه ای که داریم این هست. از اینجا ولکننی مع الاصدقاء الجیدین، اما این الای استثناء اومده، اصلا لکننی تو متن نیومده. سوال متن صورت سوال چی میگه؟ میگه که تنها با دوستان خوب اعتماد به نفس میافتم. این لفظ فقط و تنها ترجمه الای استثناء میتونه باشه، ولی ترجمه لکن نه هرگز نمیتونه باشه. پس این گزینه دو هم حذف میشه، گزینه یک جواب تسته. بریم سراغ درک مطلب. شما یاد گرفتید بچه‌های عزیزم تو سوالات درک مطلب اول متن رو بخونید بدون تلفظ واژگان عربی، فقط ترجمه‌ش رو تو ذهن خودت برای خودت مرور بکنی خیلی سریع، و اگه واژه‌ای بلد نبودی معناشو همون عربیشو نگاه کن، چون عربی از شما میپرسن، عربی هم از شما میخوان. بعد میری سراغ سوالات، گزینه‌هایی که مطمئنی انتخاب میکنی، ولی اگه تو سوالی مطمئن نبودی گزینه ای رو، چهار تا گزینه رو بخون، منطقی ترین گزینه از نظر خودت رو انتخاب بکن. نگاه کن، من ترجمه‌شو با صدای بلند میگم که شما بدونی ترجمه این متن چیه، اگه جای گیری دارید برطرف بشه. نگاه کن، گفته از عواملی که سبب میشه نرسیم به اهدافمان آن است که توقع داریم از خودمان بیشتر از آن چه که میتوانیم. دانش آموز ما میخواهد برسد به درجه ای که تلاش نکرده است برای آن به اندازه کافی. تاجر ما توقع دارد سود بیشتر از تلاشش و مالش و همچنین همه صنف ها در جامعه. پس باید بدانیم که این رفتار تشدید میکند استراب را در زندگی و منتج می شود به یأس در نهایت، هنگامی که نمی رسیم به آنچه که توقع داریم. پس بنابراین بسیاری از اندیشمندان قطعا تأکید می کنند به تعادل در این زمینه. چرا گفتم قطعا تأکید می کنند؟ چون یؤکدون بعدش تأکیدن اومده، یعنی مفعول مطلق تأکیدی داریم. افراط یعنی زیاده روی. زیاده روی در قرار دادن هدف ها و اشتیاق به آنها ممکن است، ممکن است که سرد کند ما را و سستی در توقع از خودمان، یا مثلا اگه کم توقع داشته باشیم از خودمان ممکن است منجر به تنبلی و سستی شود. بله، اعتماد به نفس آماده می کند انسان را برای مواجهه با سختی ها، و امید آسان می کند شرایط سخت را برایش. اما این دو در تعارض نیستند با واقعیت در زندگی، و عاقل کسی است که دقیق ارزش خودش را میشناسد. سوال شماره 36 میگه صحیح بر حسب متن انتخاب بکن. ببین وقتی میگه صحیح بر حسب متن، یعنی ممکنه یه جمله درست باشه ولی ربطی به اون متن نداشته باشه. شما باید طبق متن بگید کدوم درسته. حواستو جمع کن، نگاه کن. گزینه یک میگه انسان عاقل نباید از خودش توقعی داشته باشد. این که مزخرف محضه. میگه آقا شما بیشتر از اون چه که توانت هست توقع نداشته باش، نه اینکه کلن هیچ توقعی نداشته باش. دومی گفته هیچ چیزی نیست که بتواند آسان کند شرایط سخت را. همین که میگه هیچ چیزی نیست که بتواند آسان کند شرایط سخت را، مزخرف محضه.
چون اونجا تو متن میگفت امید شرایط سخت و آسون میکنه. سومی، نیست واقعیت کمتر از تصور ما از خودمان لزوماً. بله، واقعیت لزوماً کمتر از تصور ما نمیتونه باشه، بلکه مختلفه در هر فردی. خب این فعلا منطقی تره نسبت به یک و دو. حالا چهارم میخونیم. گفته شناخت خود زیاد میکند اعتماد به نفس را، تا اینجاش که نمیتونه غلط باشه، همانگونه که دور میکند ما را از استراب و اندوه. ببین، شناخت خود که نمیتونه ما را از استراب و اندوه طبیعتا دور بکنه، و بین سه و چهار قطعا ما گزینه سه را انتخاب میکنیم. تازه اگرم دور کنه، متن عربی اینو نمیگفت. خب ولی متن عربی در مورد این که حالا ما از خودمون چقدر در واقع توقع داشته باشیم داشت صحبت میکرد، و قطعا گزینه سه گزینه منطقی تری هست. سوال 37، خطا در مفهوم عبارت. کدوم عبارت؟ این عبارت. گفته زیاده روی در قرار دادن اهداف و اشتیاق به آنها ممکن است که سرد کند ما را. ببین کل این متنه، یعنی این تیکه ای که میگفت زیاده روی نکنیم یا مثلا دیگه خیلی خودمون رو دست کم نگیریم، کلش داشت به این اشاره میکرد که ما باید تو زندگی تعادل داشته باشیم. خب حالا این میگه خطا در مفهومش کدومه؟ گزینه یک داره میگه روزگار قرار میده سرمایه یأس رو بر کسی که مشتاق شده است به آن بسیار، که ما شک نداریم این غلطه، ربطی به تعادل نداره. گزینه دو میگه یأس در انتظار انسانی است که آرزوهایی دارد که با آنها تناسبی ندارد. بله، این قطعا میتونه باشه، چون داره به تعادل اشاره میکنه. وقتی میگه آرزوهایی داره که با آن تناسبی نداره، یعنی اینجا تعادلی برقرار نیست و بنابراین یأس در انتظارشه. در واقع داره در مورد مفهوم تعادل صحبت میکنه. سومی گفته کسی که میشناسد مقاصدش رو به صورت صحیح، کسی که نمیشناسد مقاصدش رو به صورت صحیح، پس حسرت جایگاهشه. خب یعنی داره میگه که شما باید جایگاه خودتو بدونی، و در واقع داره به همون مفهوم تعادل تو زندگی اشاره میکنه. و چهارمی هم داره میگه متکبر، یعنی کسی که زیاد میخواد، تکبر داره، غرور داره، ناامید میشه در نهایت. چرا؟ چون به دست نمیاره آنچه که میخواد. پس ببین متکبر نماد اون انسان زیاده خواهه دیگه. این وقتی داره میگه متکبر در نهایت ناامید میشه، یعنی داره شما رو دعوت میکنه به تعادل در زندگی، زیاده خواهی نکنید و تعادل داشته باشید تو هر چیزی. پس گزینه یک جواب این تسته. سوال 38 داره میگه متن دلالت میکند بر این که، ببین مفهوم اصلی متن همون تعادل در زندگی بود. این گفته تعادل در تلاش و استراحت برای دانش آموزان که مزخرف محضه. دومی کیفیت خرید و فروش، اینم مزخرف محضه است. این متن در مورد کیفیت خرید و فروش نبود. سومی آسان کردن شرایط سخت با امید و نشاط، که بازم ربطی نداشت بچه ها. چهارمی داره میگه توجه و بینش نسبت به خودمان همان گونه که شایسته اوست، یعنی خودمون رو بشناسیم همونطور که شایسته خودمون هست، نه بیشتر بخوایم از خودمون، نه کمتر از توانایی خودمون از خودمون بخوایم. در واقع همون مفهوم تعادله. و سوال شماره 39 گفته معین کن عنوانی که تناسب نداره با متن. یادتون باشه عنوانی که برای متن انتخاب میکنید نباید جزئی باشه، باید کلی باشه که یه زیر مجموعه رو در بر بگیره. این یعنی چی؟ مثلا گزینه یک رو نگاه کن، این متن در مورد تعادل بود. گزینه یک داره میگه بهترین کارها میانه ترین آنهاست. ببین با یه جمله داره مفهوم تعادل رو منتقل میکنه. این میتونه باشه. گزینه دو گفته تعادل در توقع از خودمون، اینم میتونه باشه. گزینه سه آنچه که احتیاج دارد انسان برای رسیدن به هدفش. خب الان ما بین این سه تا بخوایم انتخاب بکنیم، میگیم گزینه سه پرتر نسبت به همه. حالا گزینه چهارم میخونیم، اعتماد به نفس و امیدواری دو امری هستند که نیازمندن برای موفقیت. بچه ها سه کلی تره یا چهار کلی تره؟ قطعا سه کلی تره. ببین من وقتی میگم آنچه که احتیاج دارد انسان برای رسیدن به هدفش، این در واقع شامل اعتماد به نفس و امیدواری هم میشه. پس گزینه چهار دیگه خیلی جزئیه، یعنی این سه تا میتونن عنوان مناسبی باشن، چهار از همه پرتره و گزینه چهار رو ما میگیریم جواب.
بریم تحلیل سرپی که انتظار دارم شما دیگه تحلیل سرپی رو رو هوا جواب بدین. و اگه خاطرتون باشه تکلیف این بود ما اول اختلاف تو گزینه‌ها پیدا بکنیم، حسب گزینه انجام بدیم و بعد اگه اختلاف نداشتیم بریم گزاره‌ها رو برداریم و بررسی کنیم. نگاه کن، الان گزینه یک میگه فاعل تاجره، مثلا چهار میگه فاعل محذوفه. بچه فاعل محذوف یعنی چی؟ یعنی فعل مجهول. خب فاعل محذوف یعنی فعل مجهول. شما اگه متن درک مطلب رو نگاه کنید داره میگه تاجر ما توقع داره، کجاش مجهوله؟ قطعا معلومه طبق ترجمه فارسی وقتی میگیم تاجر ما توقع داره. پس این که بگه فاعل محذوفه یعنی بگه مجهوله غلطه. از طرفی وقتی میگی تاجر ما توقع داره، من به شما یه نکته آموزش دادم، اونم این بود که فاعل هرگز قبل از فعل تو زبان عربی نمیاد، یعنی کلمات قبل از فعل نمیتونن فاعل باشن. بین گزینه دو و سه درست اختلاف مستقیم نداریم، اما گفتم وقتی اختلاف نداری گزاره هاشو بخون. مثلا میگه فعله، میگی بله درسته، میگه وزن از وزن تفعله هست، خب چون مال باب تفعله ما داریم توقع یا توقع، و اینم نمیتونه غلط باشه. حروف اصلیش ت ق ا، در حالی که ت جزء حروف زائده، پس اینم غلط، شک نکن. سه جواب تموم شد. یوبردو تو متنتون بچه یه ضمیر نا بهش چسبیده بود، نگاه کن. گزینه یک داره میگه که آقا این مفعول نداره، گزینه دو داره میگه یه ضمیر نا داره که فاعلشه، گزینه چهارم میگه یه ضمیر نا داره مفعولشه. ما میدونیم وقتی ضمیر نا به فعل مضارع یا امر میچسبه قطعا مفعوله. پس این که بگه مفعول نداره و این که بگه فاعلش ضمیر نا هست میرن کنار، یعنی گزینه یک و دو حذف شد. حالا بین سه و چهار ببین آیا اختلاف مستقیم داریم که میبینیم نداریم و بعد بررسی بکنیم، گزارهاشو بخونیم. خب فعل مضارع که هست، مفرد مذکر غایب هم هست، اسم فاعلش بارد. بچه بارد مگه بر وزن فاعل نیست؟ چه موقع اسم فاعل بر وزن کلمه فاعل ساخته میشه؟ وقتی فعل ما مجرد باشه. اسم فاعل از فعل مجرد بر وزن فاعل ساخته میشه، ولی اسم فاعل از فعل مزید با مو شروع میشه، دومین حرف اصلی کسره میگیره. اینجا فعل من مزید، اسم فاعلش نمیتونه بر وزن کلمه فاعل بیاد. پس تو شک نکن پاسخ گزینه چهاره. سوال 42 مفکرین، بچا نگاه کنید، نگاه کنید. گزینه یک میگه جار و مجروره مفکرین، گزینه دو میگه نه مجروره به حرف جره. بچه اینا دوتا موضوع متفاوتن. نگاه کن، من وقتی بیام بگم منل مفکرین، حواستو جمع کن، من حرف جره، مفکرین مجرور به حرف جره، کل مجموعه رو هم میشه جار و مجرور. کل مجموعه رو هم میشه جار و مجرور. پس این که بیاد مفکرین رو به تنهایی بگه جار و مجرور غلطه. دو میتونه باشه، چون میگه مجرور به حرف جره منه. سه گفته مجرور به حرف جر، بعد گفته من المفکرین خبر. خب ما باید متنش رو بررسی کنیم ببینیم خبر هست یا نیست، ولی شما نمیخواد برگردید به متن، ببینید اول با سایر چیزها میشه جواب داد. یا چهار داره میگه مجرور به حرف جر، بعد میگه من المفکرین جار و مجروره، بله نمیتونه غلط باشه. و اختلاف بعدی کجاست؟ اختلاف بعدی اینجاست بچه، نگاه کنید. یکی میگه که مسترش فکره، یکی میگه مصدرش تفکره. و شما میدونید وقتی یک اسمی با مو شروع میشه و ما میخوایم مصدر براش تعیین بکنیم، کافیه جای مو بذاریم یه. مفکر جای مو بذاریه میشه چی؟ یوفکرو. یوفکرو بر وزن یوفعلو. یوفعلو مزید مال باب تفعیل، یعنی مصدرش میشه تفکیر، نه این که بیاد بگه فکر یا تفکر. پس تو شک نکن دو جواب و همین ساده. ضبط حرکات کلمات به شما گفتم،
تو این سوالات اول در چهار گزینه بگرد به دنبال فعل‌ها و مصادر مضید، حرکت دومین حرف اصلیشون رو بررسی کن، ماضی تمام بابها دومین حرف اصلی فتحه داره، مضارع و امرشون کسره داره به جز دو باب که اونم تفعل و تفاعل بود، ماضی مضارع و امرشون دومین حرف اصلیشون فتحه داشت. ضمناً مفاعلت غلط مفاعلت درسته. پس تو فعل‌ها و مصادر مزید اینا رو بررسی کن و تو اسم‌های مشتق میری سراغ اسم فاعل، اسم مفعول، تفضیل، اسم مکان، مبالغه، اینا هم بررسی می‌کنی. دو تا از مواردی که 90% سوالات ضبط حرکات رو با همین دو تا مورد میشه جواب داد، دقیقاً همین چیزایی بود که خدمتتون گفتم. یکی فعل‌ها و مصادر مزید، یکی اسم‌های مشتق. 90% سوالات ضبط حرکات با همین دو تا نکته جواب داده میشن و شما هم اول همینا رو بررسی کن. علی تو گزینه یک من یه فعل مزید دارم. یه فعل مزیدم اینجا دارم، یه مصدر مزید و یک اسم مفعول. خب همه‌شون هم درستن. نگاه کن، یؤکدون یک فعل مضارع مال باب تفعیل، دومین حرف اصلی کسره میگیره، کاملا درسته. یستدعی هم درسته. تکلم هم که مصدر، تفعل درسته. معینم که اسم مفعوله و کاملا درسته. بچه میریم بعدیش، یک مصدر داریم، تبادل، تفاعل و مختلف، اینم درسته. مشارکت، مفاعلت درسته. انتخابات، انتخاب، افتعال، اینم درسته. اهم، اسم تفصیل. مجتمع در واقع بچه ها اسم مکان مزیده، اینم درسته. و گزینه چهار معوق، اینم درسته، غلط نیست. ناجح درسته. آخرین به معنای دیگران درسته بچه ها. اما در ادامه یک فعل مزید داریم، یووا جهون. بچه ها فاعل یوفا الو، واجه یووا جهو، یعنی بعد میگفت چی؟ یووا جهون یک فعل مزید دارم مال باب مفاعلت هست. به شما گفتم تمام فعلهای مزید بابها تو صیغه های مضارع و امر دومین حرف اصلی کسره میگیره به جز دو باب تفعل و تفاعلی. مال باب مفاعلت دومین حرف اصلیش در مضارع باید کسره بگیره نه فتحه. پس این غلط ما یه دونه خطا ببینیم میگیم جواب همین. صحیح بر حسب توضیحات. تحویل یعنی دیگرگونی بچه‌ها. اما این چی داره میگه؟ میگه که برگردوندن چیزی به صاحبش، این در واقع مو تحویل دادن مد نظرشه که این غلط. این واژه به معنای روستا، منطقه‌ای که زندگی ساکنن در آن تعداد کمی از مردم و بزرگتر از شهره که اینم مزخرفه. پنیر ماده غذایی هست که از شیر گاو گرفته میشه و انواع و رنگ‌های مختلفی داره. بله، به شکل‌های مختلفی میتونن درش بیارن، از شیر گاو هم گرفته میشه. ظاهراً فعلاً این از اون دوتا درست‌تره. چهارمی هم نگاه کن، مار حیوانی است که پا نداره، حرکت میکنه رو شکمش و همه انواع آن سم کشنده‌ای دارن. خب همه انواعش سم کشنده‌ای ندارن، پس بهترینش همون گزینه 3 هست. 45 صحیح برای جای خالی. گفته که موفق نشد شیما در مسابقه پایانی و همین که بچه اینجا علا میاد، این حرف جر علا همیشه بعد از حسله میاد. خب یعنی بین اخذ و حسله شما حسله رو همیشه با علا میبینید. پس شک نکنید گزینه 2 و 3 بعد برن کنار. حالا یکی میگه اول، یکی میگه ثانی. خب وقتی موفق نشده شیما در مسابقه پایانی و رسیده و به دست آورده جایزه نقره رو، پس قطعا اون نفر چندم بوده؟ نفر دوم بوده، نه نفر اول. یعنی پاسخ گزینه 4. بریم سوال شماره 46. گفته این عدد و معدود صحیح برای جای خالی، هم بر حسب قواعد گفته هم بر حسب معنا. ببینید مهمترین نکات تو اعداد اینان بچه ها، یادتون نره ما عدد اصلی داریم، عدد ترتیبی داریم. غیر از عدد 1 که در واقع ترتیبیش میشه اول
و اصلیش میشه واحد، مابقی اعداد اگه بر وزن فاعل اومدن شما بگید ترتیبیان، بر وزن فاعل نبودن شما بگید اصلیان. بعد یادتون نره کل ترتیبیا و یک و دوی اصلی همیشه اول معدود میاد بعد عدد. یعنی اگه من بگم واحدون رجلون غلطه، بعد بگم رجلون واحدون، یعنی اول معدود بعد عدد. یا مثلا بعد بگم الدرس السالس، اول معدود بعد عدد تو اعداد ترتیبی. ولی تو مابقی اعداد یه جوری نیست، اول میان عددو میارن بعد معدودو میارن. نکته بعدی، تو اعداد 3 تا 10 معدود همیشه هم جمع هم مجروره، اعداد 3 تا 10 اصلی ها. اما از عدد 11 تا 99 معدود همیشه مفرد و منصوبه. این مهمترین نکاتیه که تو اعداد شما باید بلد باشید. الان نگاه کن، من بدون اینکه متنو بخونم مطمئنم این گزینه 1 اسنان زمیلان غلطه. چرا؟ چون اسنان عدد 2 هست. من به شما گفتم 1 و 2 خب به علاوه کل اعداد ترتیبی، یادتون نره همیشه اول معدود میاد بعد عدد، یعنی اول بعد بگه زمیلان بعد بگه اسنان، پس این میره کنار. یا مثلا میرم تو گزینه 2 بدون این که من متنو بخونم، بدون این که من متنو بخونم میگم گزینه 2 عددش غلطه. چرا؟ چون 13 گفتم از 11 تا 99 معدود همیشه مفرد و منصوبه، پس اینم میره کنار. گزینه 3 دقت کن لطفاً، گزینه 3 اگه ما مواردش رو بررسی بکنیم، خب این که از عدد 11 به بعد معدودش مفرد و منصوبه، اینم به همین شکل، و 8 هم که داریم میبینیم معدودش جمعه. خب این نمیتونه غلط باشه. حالا گزینه 4 رو بخون، اینم 540 سبعت و عشر زمیلن سبعت و سلاتون زمیلن، اینم اعدادش به لحاظ قواعدی غلط نوشته نشدن. حالا مجبوریم متنشو بخونیم ببینیم کدومشون درسته. گفته تعداد کل همکلاسی ها در کلاس چقدر؟ مثلا این میگه 34 داست. خب بعد داخل شد در مدرسه 26 تا. خب 26 تاش داخل شده در مدرسه، پس چند تاشون مونده؟ ببین تعداد کلشون 34 تا، 26 تا هم وارد مدرسه شده، پس 8 تاشون تو خونه مونده. این کاملا درسته، جواب همینه. و چهارمی داره میگه تعدادشون 45 تاست. بعد 17 تا دانش آموز وارد مدرسه شده و 37 تا پس باقی مونده تو خونه. خب شما 17 و از 45 کم کنی طبیعتاً هیچ وقت 37 تا نمیشه، خیلی کمتر میشه. پس شک نکن که اینم غلطه، یعنی به لحاظ در واقع اون جمع و تفریقی که شده غلطه، عملیات حسابیش غلطه. میریم سوال شماره 47. تو کدوم یکی نون وقایع هست؟ بچه‌ی عزیزم نون وقایع من مکانهاشو به شما یاد دادم، گفتم آقا این نون وقایع، این نون وقایع تو این مکان ها میاد، یکی حرف جر من و حرف جر ان، به علاوه ضمیر یه بشن میشه منی یا انی، که ما چون یه نون دیگه میاد و تشدید میگیره میگیم اونجا نون وقایع داریم. یکی لیتا و لعلک، یه نون میاد بینشون وقتی ضمیر یه میچسبه به اینا، خب اینجا هم نون وقایع داریم. و بعدیش بچه اینجاست، نگاه کن که مهمترینش هم هست. وقتی من یک فعل داشته باشم بعد ضمیر یه به عنوان مفعول بخواد بچسبه به اون فعل، بینشون یه نون میاد، به این نون میگن نون وقایع. ضمیر یه به عنوان مفعول میخواد بچسبه به فعل، بینشون یه نون میاد، به این نون میگن نون وقایع. پس شما شک نکن که این سوال رو به راحتی میتونی جواب بدی، چون مکانهای نون وقایع رو بلدی. نگاه کن گزینه 1 داره میگه لا تحزنی، تو رو خدا گول نخور، حزنه ریشه یه فعله، این که میره کنار. گزینه 2 اونی اونه بچه ها ریشه این واژه هست،
اینم میره کنار. گزینه 3 اصلا از این مواردی که من گفتم نداره و 4 قطعا جواب رعانی. یعنی چی؟ یعنی دید مرا یکی از همکلاسی هایم. ریشه فعل بچه رعیه هست. خب هیچ ربطی به نون نداره. پس اون نون یه نون وقایه هست که اومده بین فعل و ضمیر یه و پاسخ همین گزینه 4. میرم سوال شماره 48 داره میگه مفعولی که موصوف برای یک جمله. بچه وقتی میگی موصوف برای یک جمله یعنی جمله باید بشه صفت. وقتی جمله میشه صفت یعنی چی؟ یعنی جمله وصفیه. جمله وصفیه چی بود؟ میگفتم شما به دنبال یک فعل باش که بلا فاصله یا با فاصله قبلش یک اسم نکره میاد و فعل توصیف کننده اون اسم نکره است. در این صورت اسم نکره موصوفه، فعل صفت از نوع جمله وصفیه. حالا نگاه کن، دقت کن لطفاً. من گزینه 1 اگه بخوام جمله وصفیه پیدا بکنم باید به دنبال فعلی باشم که قبلش نکره اومده باشه. ضمناً فعلی که میشه جمله وصفیه هرگز با حروفی مثل و، ف، سما، لاکنه، ان، حتی، بله با اینا شروع نمیشه. من یه فعل دارم ولی از اینجایی که با واف شروع میشه دیگه به ما قبلش نمیتونی بررسی کنی، چون جمله وصفیه با واف که نمیتونه آغاز بشه و این فعل منم قبلش نکره نداره. خیالت راحت، گزینه 1 اصلا جمله وصفیه نداره. گزینه 2 من یک فعل دارم قبلش اسم نکره اومده، توصیف کنندش هم هست، گفته اگر رحم کنید به ثروتمندی که فقیر شد. ببین این فعل توصیف کننده نکره ما قبلش یعنی جمله وصفیه است. بعد غنیان یک اسم منصوب بعد از فعل یعنی مفعولم هست. پس این در واقع همون مفعولیه که موصوف برای یک جمله. چون موصوف بودن میدونید نقش نیست دیگه. پس اینجا این غنی هم مفعول هم موصوف برای جمله وصفیه و شک نکن جواب همین. گزینه های دیگه اصلا بچه فعلی که توصیف کننده یه نکره باشه ما نداریم. خیالت راحت، جواب هم. سوال 49 کعنه‌ای که مختلف مفهومش در عبارات. بچه ها تو رو خدا فراموش نکنید کعنه دوتا کاربرد داره. یه کاربردش برای تشبیه معنای مثل و مانند میده، یه کاربردش برای ظن و گمانه معنای انگار و گویی میده. نگاه کن، گزینه 1 داره میگه گویی یا انگار دانش آموز اخلالگر تنبیه شده است و پشیمون شده است از کارش. این که داره معنای ظن و گمان میده چون معنای گویی و انگاره. دومی گفته کسانی که میجنگن در راه خدا مانند دیواری محکم هستند، این معنای مثل و مانند میده که میشه تشبیه. و گزینه ایسه هم که داره میگه علم مانند نور است، اینم تشبیه. خب وقتی دوتا تشبیه، یکی ظن و گمان، پس چهارمی هم باید برای تشبیه باشه و قطعا پاسخ گزینه 1. و سوال شماره 50 داره میگه عبارتی که اومده در آن حال. بچه وقتی میگه عبارتی که تو اون حال اومده یعنی هم حال اسمی مد نظره هم جمله حالیه. هر کدومشو دیدی؟ جمله حالیه که میدونید یه جمله کامل میاد، واو میاد، مبتدا و خبر، 99% هم مبتداش یک ضمیره. و حال اسمی هم یک اسم مشتق منصوب نکره که تو ترجمه قابل حذف باشه و صفت نباشه. گزینه 1 رو نگاه کن، دعوبن رو داریم، اسم مشتق منصوب نکره، صفت هم نیست، اما آیا در ترجمه قابل حذفه؟ ای دانش آموز باش در انجام تکالیفت. خب چی باش؟ با پشت کار باش. یعنی چی؟ یعنی میشه خبر فعل ناقصه کانه که اینجا اومده. اصلا ما میگیم غیر قابل حذفه، همین که غیر قابل حذفه دیگه قید حالت یا حال نیست، چون قید حالت قابل حذفه. وقتی من میگم باش در انجام تکالیفت، خب چی باشم؟ با پشت کار باشم، پس این خبر کانه است. دومی تفتیش اصلا بچه یک مصدره، اسم مشتق منصوب نکره نیست، مصادر همه جامدند. ببین فتش با تفتیش مجموعاً مفعول مطلق میسازه که این مفعول مطلق تأکیدی. سومی خائباً رو داریم، اسم مشتق منصوب نکره، صفت نیست، آیا تو ترجمه قابل حذفه؟
دقت کن. گفته که ما اتیا رسول الله احدون فی حاجته فرده خائبن. ممکن این جمله ای باشه که شما نتونید ترجمهش کنید. اگه نتونستی ترجمه کنی، حذف گزینه انجام بده. نگاه کن، فرض کن من اون ترجمه نمی‌کنم. گزینه 4 رو ببین. گزینه 4 سائلن رو شما دارید. اسم مشتق منصوب نکره، صفت نیست. تو ترجمه آیا قابل حذف هست یا نیست؟ ببین، شاید گزینه 3 سخت باشه، ولی 4 خیلی سخته. رفتم به مغازه دوستم و دیدم آنجا. چی دیدم؟ بینوایی را دیدم، که این میشه مفعول بچه ها برای فعل رأیتو. و ما مطمئنیم که پاسخ قطعاً گزینه 3 هست و بدون اینکه ترجمه کنیم گزینه 3 رو گرفتیم جواب. اینم از تحلیل سوالات درس عربی عمومی انسانی آزمون جامع قلمچی تاریخ 29 خرداد ماه 1400. بچه های عزیزم، خیلی خوشحال بودم از اینکه این تحلیل هم این افتخار رو داشتم مثل ما بقیه تحلیل ها در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم نهایت استفاده رو از این تحلیل برده باشید. خسته نباشید بچه های عزیزم. تا جلسه بعدی و یک تحلیل دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.